خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از امیدواری به میانجیگری فرانسه در تنش ایران و آمریکا خواهیم گفت تا اجرای گام سوم توسط ایران. و موضوع کودک همسری که موضوع داغ هفته بود. سلام های بهنود. دنیا یه جوری منتظر بود که فرانسه بتونه برای تنش بین ایران و آمریکا کاری بکنه، ولی در نهایت آخر هفته آقای روحانی اعلام کرد که گام سوم رو شروع میکنه و امیدی که ازش صحبت میکنیم کم و بیش از همونطور که شما گفتین از توی نشریات دنیا، رسانه‌های دنیا آمدش. توی رسانه‌های ایران هم همون واکنشی که منتظر بودیم گفت. نشریات تندرو به شدت شروع کردن که این دست آمریکایی است که از آستین مکرون در اومده است و گولشون نخوریم از این حرفا، و در مقابل جناح میانه رو نه استقبال کردن و امیدواری به این داشتن که این اتفاق بیفته. هرچی به آخر هفته نزدیکتر شدیم، به خصوص با واکنش آقای ترامپ که یه بار دیگه حرف تندی زد نسبت به رئیس جمهور فرانسه و گفتش که من احتیاج به میانجی ندارم، بخوام خودم حرف میزنم اینا، عملا اون راه بسته شد. ولی به نظر میرسه از فهوای کلام ها که هنوز کاملا بسته نشده، چرا که گام سومی که قبلا راجبش صحبت میشد به نظر میرسه که تندتر از این چیزی بودش که الان بهش نزدیک میشه. میخوایم بریم سراغ روزنامه ها، با کیهان شروع کنیم که جنجال جانسون و ملکه و زمزمه پایان نظام سلطنتی در انگلیس. در این دو سه شبی که شما نشسته بودین تو مجلس دعوا بود، متوجه نبودید که جنجال بین جانسون و ملکه هستش و تازه علاوه بر اونم پایان نظام سلطنتی در انگلیس هم زمزمش بلند شده. خوبیش اینه که به عنوان گزارش خبری تحلیلی کیهان از این مطلب یاد کرده و واقعا تحلیلگرای خود بریتانیا موندن که واقعا الان چه خبره و واقعا سخت تحلیل اتفاقایی که داره در پارلمان بریتانیا این روزا میفته. بله، سر مقاله آقای شریف نادری که این گوشه میبینید سمت چپ صفحه، این هم مسئله سال شد در هفته، به خاطر اینکه در پایانش ایشون اصولا رفته بودن تو اینکه بگن که خلاصه آقای رئیسی داره اینایی که میگیرند و احیانا اعدام میکنن یا حبس بلند مدت میدن، اینا عملیات خوب انقلابی است و در مقابل پرونده آقای روحانی خرابه. چرا که پرونده آقای روحانی از نظر آقای شریف مدری اینه که هی از شفاف بودن میگه ولی دولت محرمانه است و 17 ماهی که قانون برای راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیرا بوده تازه دستورشو داده، و بعد همینطور این ادعای میده قرارداد محرمانه با مدیر تلگرام، قبلا نشنیده بودیم، جریمه قرارداد کرسنت، قرارداد ایران و پژو، قرارداد با ایرباس و بوئینگ، محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی، آمار اشتغال بیکاری، امضای محرمانه سند بی سی، امضای محرمانه سند اف ای تی اف، اینا جزء پرونده آقای روحانی است. اما در مورد پرونده آقای رئیسی خیلی چیزای خیلی خوبی هست. آخرش هم رسیدم به اینجا که این ما رو به یاد سوره مبارکه کهف میندازه که اونجا داستان ذوالقرنین آمده است. اونجا اشاره کرده به ذوالقرنین که کی بوده، میگه که این آقای رئیسی هم خلاصه قدرش بدونین، و گرچه در مبارزات انتخاباتی که ایشون نبردش اونجا بهش گفتین که میره پیاده روها رو دیوار میکشه، ولی دیدین که پیاده روها رو دیوار نکشید بلکه بین آدمهای فاسد دیوار کشید. چیز دیگه هم که میگه هزاران میلیارد از اموال به غارت رفته مردم را به بیت المال بازگرداند و غارتگران را به دست عدالت سپرد. الحمدلله. بنابراین این شماره حالا مقدمه یه سری ماجرا شد که میبینیم. بله، بریم سازندگی رو ببینیم که این داستان توییت آقای احمدی نژاد که تولد مایکل جکسون رو تبریک گفته بود رو دیده. این اگر هم از دست رفتار آقای ترامپ نباشه
که گاهی اوقات یه همچین توییت هایی میکنه بعد همه رو میذاره سر کار، ولی باعث میشه که همه رسانه های دنیا رو جوش حرف میزنن، به حال شباهت هایی داره بهمون. به همین جهت هم سازندگی عبور از پوپولیسم سرخ رو گرفته، میگه که تا حالا ایشون یه شعارهایی میداد در مورد حرکات نوعاً بیارانه بده مثل قهرمان های نامی چپ دنیا، یارانه بدیم و چه و چه، پوپولیسم سرخ بود، و حالا دیگه رسیدیم به پوپولیسم آقای مایکل جکسون. البته قبلا هم رسیده بودیم وقتی تتلو رو نکته دیگه هم که میگه که احمدی نژاد تاریخ و تولد مرگ خوانندگان آمریکایی رو به یاد داره، کمتر به یاد مشاهیر ایرانی و از آنها غافله. مثلا چرا در سوگ از دست دادن بزرگان هنر ایران سرسودا نمی کنه؟ مثلا فرض کنیم اون بگه که مثلا زادروز امام محمد غزالی رو به تبریک میگم، کی سرسودا میکنه؟ حتی میگه خب چرا از تتلو هیچی نمیگه؟ خب بریم همدلی رو ببینیم. حالا انعکاس اون چیزی که آقای سید مدنی نوشته بود اینجاست. همدلی گزارش فراهم کرده، تو این گزارش میگه که این کار از اول انقلاب بود و با واکنش های تندم روبرو شد. از جمله اشاره میکنه به آقای حجازی. آقای حجازی در انتخابات اولیه مجلس، این سه نفری که عکس گذاشته، یکیشون حجازیه، یکیشون خانم فاطمه رجبیه که اون معجزه 1003 رو نوشتن، و یکی هم آقای حسین شریعت. میگه که حالا سه سابقه داریم. آقای حجازی یه بار رفت در حضور آقای خمینی، به ایشون گفتش نزدیک به این مضمون که به خلاصه مأموریت تو آشکار کن، و آقای خمینی هم بعدن گفتش نگید این حرفا رو به خاطر اینکه ممکن آدم باورش کنه، و در حقیقت ممنوع کرد این نوع تملق‌گویی یا این نوع بزرگ نمایی رو. بعد رسید به خانم رجبی هم تو که شما گفتید، و اون کتاب معروف معجزه 1003 که درباره آقای احمدی نژاد نوشته شد، که بعد که تبدیل شد به این که همه معاونین تو زندانند و یه عده زیادی چیزند، و بعد لقبای شبیه فاسد ترین دولت تاریخ بعد از مشروطیت اینا داده شد، دیگه ذره معنی اون گرفته شد، سرساش هم خوابیده شد. میگه حالا الانم که آقای شریف مدری میگه ذوالقرنین، در حقیقت همونه. روز بعدش آقای شریف مدری جواب داد قبل از این که بریم به جواب آقای شریعت مداری، بد نیست اشاره کنیم که اینجا از حمایت آقای جنتی از احمدی نژاد در یکی از نطق‌های و خطبه‌های در واقع نماز جمعه میگه، که میگه هیچ کس در دنیا جرئت نمی‌کنه چنین نامه‌ای، منظورش نامه‌ای که آقای احمدی نژاد به بوش نوشت، به رئیس جمهور آمریکا بنویسه. در نامه‌ای که احمدی نژاد به بوش نوشت، آیه‌های قرآن رو هم ذکر کرد و فوق‌العاده است و از الهامات خداونده، و خلاصه کلی چیزهایی که آقای جنتی اشاره می‌کنن و تقدیر میکنن از اون نامه. میگه چند روز پیش یکی از دوستان میگفت در زمان انتخابات در تاکسی از راننده پرسیدم به چه کسی رأی میدهی؟ او گفت نمیدانم، اما مادرم که چند سال پیش فوت کرده دیشب به خوابم آمد و گفت به احمدی نژاد رأی بده، که از این نمونه ها بسیار است. اینم از نقل قولایی است که آقای جنتی کرده بود عمومی شدش، و حالا هم که آقای شهید مداری اومده گفته که ذوالقرنین. آقای شهید مداری در جوابش میگه که من نگفتم که این ذوالقرنینه، گفتم این کاری که کرده است شبیه کاری است که ذوالقرنین کرد. البته یه لیست بلند بالایی از کارهایی رو که در این چند ماه آقای رئیسی کردن لیست کردن، که مثلا در واقع حالا یکی چند تاشو بخوام بخویم: آغاز اصلاح ساختار قوه قضاییه، انفصال 60 قاضی متخلف از خدمت، دستور برای بررسی ویژه تحقیق و تفحص‌های ارجایی، پیگیری پرونده شهرام جزایری، پیگیری پرونده 17 متهم جاسوسی. خلاصه یه لیست بلند بالای دستور و پیگیری و حرف زدن و اینا هم جزء کارهای مثبته که صورت گرفته، در حالی که قرار بشه اینا بره جز کار مثبت، روحانی هم داره. بله. خب بریم یه چیز دیگه هم، این اشرافیت مذهبی با عکس‌هایی که گذاشته به مناسبت محرم، که مثل اینکه در تهران یا حالا شهرهای دیگه مردم روی ماشین‌های خیلی اینا با یا حسین و چیزهای دیگه می‌نویسن. بریم روزنامه ابتکار رو ببینیم.
ابتکار تیتر اصلیش در حقیقت اون 48 ساعت تعیین کننده در لندنه که برخورد درستی است. این تقریبا میشه گفت که بقیه روزنامه‌های دنیا هم حوادثی رو که در آخر این هفته گذشته در لندن اتفاق افتاد و به خصوص رأی مهم پارلمان رو همینطوری مطرح کردن. واقعا هم 48 ساعت تعیین کننده بود. کمتر کسی پیش بینی کرده بود که بوریس جانسون که بعد از مدت‌های مدید که در آب نمک بود اومده سر کار به این سرعت اکثریت رو از دست بده و به این وضعی که الان دچار شده که حتی تاریخ مربوط به برگزاری انتخابات رو هم ازش نپذیرفتن. و اینجا این داستان کودک همسری رو دیده که اومده این تعریض که محمد طاهانی کشیده، کودک همسری و لبخند خطرخیز مصری. این برمیگرده به فیلمی که چند روز گذشته منتشر شد از ازدواج دختری 11 ساله با پسری که اول گفتن 28-29 سالش بوده، بعد گفتن 22 سالش بوده و خواسته حاشیه های زیادی داشت و حالا خانم ابتکار و اینا هم وارد عمل شدن. در آخر خبرهایی رسید از اینکه گویا تونستن این عقد رو در واقع فسخ کنن، این عقد نامه. خبر گفته بود که اصولا همون موقع شد، یعنی قبل از این هم که پخش بشه و سرستا بشه ادعا شده بود که لغو شده است. بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم که داستان صحبت‌های آقای روحانی رو دیده و اینکه تو جلسه هیئت دولت از اجرای گام سوم میگه که هم مذاکره هم اجرای گام سوم، یعنی نه اون امیدواری اول هفته و نه این بدبینی که در دل بعضی افتاده که اصولا این راهی رو که ایران داشت هموار میکرد با اروپا کاملا بسته شده. در حقیقت آقای روحانی داره اینو میگه، داره میگه که این راه کاملا بسته نشده، به همجد اجرای گام سوم رو میکنیم از امروز، یعنی روز جمعه، اینطور که اعلام کردن که البته تالا تو هفته که گذشت در واقع با توجه به اینکه فرانسه خیلی تلاش میکرد کارهایی بکنه، ولی مهم شاید این بود که آمریکا همچنان به فشار حداکثری به ایران تاکید میکرد. ایران هم میگفت تا این فشارها و تحریمها بر نداشته بشه حاضر به هیچ مذاکره نیست یا حضور در برجام. بله. اینجا مقاله آقای سادتیان هم از این نظری مهمه که برخلاف خیلی از مقالاتی که این روزا چاپ شد توی روزنامه، فقط یک مقاله در تشریح دوباره حرفای زده شده توسط رهبر یا رئیس جمهور نیست. یه اطلاعاتی توش آقای سادتیان میده، از جمله اینکه میگه که خواسته های مشروع ایران، آره، در مورد خواسته های میگه که پیشنهاداتی شده بود شامل فروش 700,000 بشکه نفت از طرف اتحادیه اروپا، 15 میلیارد دلار خط اعتباری به ایران اختصاص بده و بحث بر سر این بودش که این اختصاص پیدا کنه فقط به غذا و دارو و این چیزی بودش که ایران نپذیرفت. بنابراین مشکل اومد تا اینجا، چون اینکه شما نفت بدید به اروپا ولی پولش بمونه و فقط صرف این دوتا بشه زیر نظر اروپا، که این از نظر ایران تکرار همون وضعیتی است که تقریبا برای صدام هم به وجود آوردن. خب از طرف دیگه میگن حتی همین رو هم آمریکا خیلی قبول نکرد دیگه. بله، ولی به هر حال ایشون توضیح میده که این وسط یک دوتا چیز بود. مقاله فنیه بیشتر به نظر اومدش که تو این عرصات خوبه. بریم برگزیده ها رو ببینیم. آقای بهنود برگزیده که آورده روزنامه های اختصاصی رو کمتر میبینیم. این البته هفته نامه از سرزمین انرژی، ولی در هیئت روزنامه هست و کمتر ما دیده کیف فرانسوی. آره، کیف فرانسوی رو این در زمانی میگه که یادمون باشه که بوی مذاکره میاد. بله. و بنابراین خانم کبرا هم همینه نوشته دیگه. دو شنبه منتشر شده و در اصل روزهای اول هفته بوده و هنوز یک امیدواری بوده روی میز مذاکره. یعنی خانم کبرا چی نوشته بود؟ همون اولش میگه بوی مذاکره به مشام میرسه. بله، میگه حتی مکرون هم باور کرده بود که ممکنه اتفاقات هیجان انگیزی رخ بده. سفر ناگهانی ظریف به فرانسه از دیدار سرنوشت‌ساز خبر میداد و یک شنبه شب عجیب رو در میان دلواپسان هم
آشوب به پا کرده بود و خلاصه همه فکر میکردن که خود مکرون فکر میکرد که میتونه ناجی و قهرمان باشه و ولی در آخر انگار نه انگار که قرار بود اتفاق بزرگی رخ بده، همه چیز مثل قبله، همون خشم و نفرتی که از تهران نسبت به آمریکا و رئیس جمهوریش مخابره میشد به قوت خود باقی است. مسئولان ایران همچنان بر این عقیدن که شرط و شروط آمریکا به عنوان پیش شرط های مذاکره را نخواهند پذیرفت و خلاصه میگه که به همین دلیل هم اون هیجان و اتفاقات احتمالی که میتونست بیفته به فاصله یک روز فروکش کرد. بریم برگزیده بعدی رو ببینیم. هفته صبح هست، مثل همیشه پر از تیتر و خبر و ببینید چند تا خبر چه شما رو داره. اون بالا کیمیایی و علی حاتمی زنده‌یاد جوان رو دارید میبینید، این طرف راجع به ورزش، این طرف راجع به مجلسی که برای سومین سال نبودن داوود رشیدی گرفتن و این مدالی که به اسم او گذاشتن و هر سال به کسی داده میشه که این امسال به خانم ناهید کبیری دادن، اونم در راه بوده. خانم ترانه علی دوستی اومده اونجا به قول خبرنگار مجله یک پرفورمانسی اجرا کرده و اون این که یادآوری کرده شهرزادو که الان تو این شلوغی های که رخ داده دیگه همه دارن شهرزاد از یادشون میره و بنابراین در کنار آقای نصیریان. بعدی بشارت نو هست، روزنامه صبح، که روزهای سخت سید اصلاح طلبان رو روی جلد روزنامه شده. از چیز هست، اولا این گزارش در حالی که خب معمولا اسپرده نمیشه از آقای خاتمی یا به وضوح اسپرده نمیشه تو روزنامه تهران، این که یه گزارشی فراهم کرده که بگه که روزهای سخت سید اصلاح طلبان حتی توی متن خب اشاره میکنه به آقای خاتمی و اسم آقای خاتمی میاد، اون عکس هم خب عکس آقای خاتمی رو نمیذاره. بله خب به هنر به کار برده دیگه، مثل میمونه که مثلا حالا نزدیک انتخاباتیم یک کسی بیاد تیت بزنه که تکرار نمیکنم، بعد همون حرف زده میشه. به هر حال اینکه اون دوتا عکس گذاشتن اینجا هم رعایت فشارهای بیرون رو کردن، همین که به ما فهموندن که درباره کی صحبت میکنه، اون سید اصلاح طلبان رو سبز کرده. مصاحبه هایی هم که کردن در این گزارشی که دارن میگن تقریبا همه متفق القول، خب میگن که شایسته تر از خاتمی میان اصلاح طلبان نیست، رهبری اصلاحات توسط خاتمی اجماعی نانوشته است و خلاصه همه یه طوری کاملا طرفداری میکنن از آقای خاتمی. بعدی نیست که اجماعی نانوشته است، چون به هر حال قدر مسلم این است که این جناح رهبری ندارد جز خاتمی، ولی اینکه حالا ایشون حاضر این رهبری بپذیره یا این رهبری مثلا یه اتفاقی باش میفته در آینده نزدیک نمیدونم. مجله ها، اولین مجله تجارت فردا هست. تجارت فردا این رو جلد رو برای این گذاشته است که چند هفته پیش در همین مجله آقای امادی، مرداد امادی که میشناسیم کارشناس برجسته اقتصاد هست، یک مقاله نوشته و تو مقاله گفته بود که امریکا نمیخواد با ایران جنگ کنه، نمیخواد حکومت عوض کنه، نه ایچی، اونا میخوان ایران رو پاکستانیزه کنند و حالا این تعبیر جای دیگه هم الان به کار برده شده، به همین جهت هم مجله اینو به یاد آورده. اما اجازه بدید بگم که مجله اصولا با وجود اینکه یه ذره تندتر از خونسردی های اولیش هست، ولی به حال چاره باقی نمیذاره، به خاطر اینکه مثلا میگم بهتون آقای علم الهدا اومده گفته که 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم، در سرمایه مشکلی نداریم، بنابراین اینجا رسیده به اینکه مثلا دولت فلان. خب این سرسای متخصصین در میاره، به خاطر اینکه ما هم که متخصص نیستیم میدونیم که نقدینگی تورم میاره، اون سرمایه هست که وقتی جاری میشه خوشبینی میاره و وضع خوب میاره، نقدینگی اصلا خبر خوبی نیست، بلکه نشون دهنده این است که میزان تورم داره میره بالا و معلوم که اینو خوب نمیدونه ایشون، در نتیجه همین موضوع رو مطرح کرده. بعد با آقای عزیزی که سابقه بانکداری مفصلی دارند و متخصصند و اینا صحبت کرد راجع به اینکه چرا یه دستگاهی هستن که دستگاه سیاسی هستن که با اقتصاد همراهی نمی کنند و از جمله میگه که ضعیف‌ترین دستگاه‌های اصلی بانک مرکزی هست، وزارت دادگستری هست، شهرداری ها هستن، وزارت امور دارایی هست، سازمان تعزیرات حکومتی است،
شرکت گاز، نیرو انتظامی، ثبت اسناد، سازمان استاندارد و توانیر. از اون طرف یه بهترین ها رو هم میگه، از جمله که بخشای از کشور رو میگه که اونجاها وضعیت بهتری داره، آذربایجان هست، زنجان، این رو بر اساس آمار ارقام میگه و در حقیقت میگه که اینجایی که گره میخوره سیاست با اقتصاد، معمولا سیاسیون موفق میشند و به هر حال مجموعه رو از اون چی که پذیرفته شده اقتصاد هست دور میکنن. بعدی کرگدن هست. خیلی جلد بامزه یه. مثل که کل مجله در مورد دوچرخه و دوچرخه سواری و این چیزا. کلش نه البته، ولی یکی از صفحات ویژه داره در مورد دوچرخه دوچرخه. یه بخش دیگه‌اش راجع به فوتباله که حالا شما بفرمایید تا مو عرض می‌کنم. والا مطالب خوندنی زیاد داشت. من همین دوچرخه نام دیگر آزادی است مطلعی بود که محسن آزرم نوشته بود و از دو تا فیلم کازابلانکا و پسری با دوچرخه مثال زده بود و این در واقع به فیلم پسری با دوچرخه اشاره کرده بود با اون قلم واقعا معروف زیبا و شیرینش که این پسر گویا در فیلم پدرش ولش کرده، در واقع اون دوچرخه، اون امنیت از دست رفته رو، اون آزادی که میخواد و همه رو با این رکاب زدنه بهش برگردونه. شما آزرمو گفتید، بذارید منم یه الف بگم بعدش. آقای امرایی امرایی در مورد دوچرخه یاد میاره مسئله دوچرخه سوار شدن خودش رو. اونم خیلی مطلب با مطلب خوبی بود. اینا دوچرخه کرایه کردن با یک دوست نزدیکش به خاطر اینکه عید بوده، عیدی گرفته بودن. بعد با این دوچرخه چه عشقی میکنند و اینا، و آقا اصلا چیز بوده، خیلی قبراق نبوده برای اینکه سوار شو اینا، و دوستش کمک میکرده. اول دوچرخه قرض میکنن، بعد یه دست دوم میگره خلاصه. آره قرضی ها همینطور جلو میره و اینا، تا اینکه میرسه به اون صحنه مخوف تصادف و تصادف اتفاق میفته، دوچرخه کرایه‌ای یا آریتی یا دست دوم میشه و پای او هم میشکنه و همینجات هم عمرش رو داده بود که همین شکستن پا و اینا. این چه شروع پامو گچ نگرفتم، سیمان گرفتم. سیمان گرفته بودن. این یه جایی هم اینجا می‌نوشته پس از شاملو نوبت کیست، یک نقلی میکنه از حوادثی که در هفته های اخیر بوده و میپردازه به اینکه صدا و سیما یه مستندی پخش کرد چند هفته پیش درباره آقای شاملو که این مستند همه آدم بامزه هستش که مثلا 5 نفر 6 نفر آدم نقل کرده بود، احیانا از جمله خود بنده، که یه چیزایی گفته بودیم و اینا همه چیزای تقطیع شده، بریده شده بود. وقتی اینو مطرح میکنه یه چیزی رو نقل میکنه جالبه، میگه که حالا که رسیده به اینجا که حالا به حال این حضرات میگن، یاد آورده که قائم مقام شبکه 3 این مسئله رو اینطوری جواب داده، گفته که ما خودمون میریم سراغ آدم ها اینا و ما یک به اصطلاح زمینه هایی رو پیدا میکنیم با همین نگاه درباره بازرگان منتظری و مصدق هم همینطور هستش و ما چیزم اینه، چطور مگه شما متوقعید ما در دفاع از شاملو مستند بسازیم؟ قطعا شوخی میکنید، چون هر وقت شما برای کسی مثل مرحوم سرحشور مطلبی رفتید، توقع کنید که جایی مثل تلویزیون هم برای شما برنامه بشه. یعنی در حقیقت گوینده قائم مقام شبکه 3 تلویزیون رو نه رسانه ملی بلکه رسانه شخصی فرض کرده، داره باش چیز میکنه، جواب میده. هاشم در هر صورت شاملو یکی از بزرگان ادب ایران بوده، ادبیات و شعر شما بوده و آره. حالا هر چی نقدم بهش باشه آره. بالاخره خیلی آدما بله اون که دست خودشون. به حال این مجله هفته نامه کارگردانم به نظر من هر چی میره جلوتر، ما 100مین شمارهش رو گم کردیم که بگیم، باید 100مین شماره کارگردان رو ما هم همراه باهاشون جشن گرفتیم. 116مین شماره است و همینطور به نظرم رشد میکنه و شما میدین دست بچهای رادیو، هیچ وقت دست بچهای دیدبان نمیدید. شما علاقمندیشون بیشتره. خب بریم مجله بهروان رو ببینیم. مجله بهروان یادتونه که عشق این شماره سال پیش نگاه کرده بودیم، این دفعه خب همونطور گفتین عشق، هر چی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل مانم از آن، از قول مولانا نقل میکنه و بعد میریم توی و ابتدا این و شین و قاف
خانم باران مرادی است که معتقد است که واژه عشق از ریشه هندواروپایی آیس اومده به معنی خواستن و میل داشتن و جستن و اینها. از نگاه های مختلفی که البته پایش روانشناسی هست میره و این احسان عزیزی هم مطلب خیلی خوبی نوشته، عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی رو برمی‌افروزونه، که اینو آیت الله بهشتی گفته بود، اینو معشوقه به اسم سیاست هم میشه فهمید معنیش چیه. خب بریم همشهری جوان رو ببینیم که به این نیمکت‌های بلا تکلیف آزادی اشاره کرده. اینکه سوژه خوبیه، قبلا هم کرده بود و روزنامه‌های دیگه هم این موضوع رو همینقدر که مطرح میکنن و در واقعش مینویسن خوبه. مجله مثل همیشهش خیلی تیکه تیکه است، شاید که به همین جهت هم میشه گفت که اخلاق جوانانه است، مثل خود جواناست که حوصله مطالب بلند خوندن ندارن. یک مطالبی راجع به ورود فعلا ممنوع، موضوعی که موضوع اصلی همه نشریات جوانان و موضوع از حضور خانم ها در ورزشگاه ها و اینکه بالاخره شاید اینجا بد نباشه این خبر به قول معروف غم انگیز و هولناک رو بگیم که دختری که چند وقت پیش بازداشت شده بود به خاطر رفتن به استادیوم فوتبال، مثل اینکه وقتی که آزاد میشه 6 ماه بهش حکم زندان میدن، در اعتراض به این جلوی دادسرا خودسوزی میکنه و گویا پزشکش اعلام کرده بوده که این دختر مشکل بایپولاری و دو قطبیه و این هشدار رو داده بوده، ولی در هر صورت 6 ماه زندان رو توی حکم بهش دادن. بله. خب بریم کارتون آخر رو ببینیم که از احسان گنجی هست. همین موضوعی که گفتیم رو بری میگه اون آقا گردن کلوفون تو گرفته نشسته با اون وضعیت که میبینید، ولی اون بچه داره که کم روش نوشته پیوندتون مبارک. این هم داستانیست. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. منتظر نظراتتون درباره برنامه های تلویزیون، رادیو و وبسایت هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به آدرس didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید. با شناسه @bbc شما هم میتونید در تلگرام با ما در تماس باشید. ممنون که با ما بودید. به همراه آقای بهنود همینجا از شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب روزتون خوش.